تمدن بشری متشکل از سنت‌ها، آیین‌های رفتاری و نظام‌های اخلاقی بیشماری است. وابسته به اینکه به چه گروه اجتماعی تعلق داریم و در چه محیطی بزرگ شدیم، همیشه یک ایدئولوژی در مورد اینکه چه چیزی برای ما ارجحیت دارد و چه چیزی مهم نیست وجود دارد. برابرین ما همیشه متمرکز بر مجموعه از رفتارها که متناسب با موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیریم هستند، هستیم. به همین دلیل ما یک شخصیت جعلی ایجاد می‌کنیم، شخصیتی که نشان می‌دهد جهان چگونه می‌خواهد ما را ببیند، نه اینکه ما واقعاً چگونه هستیم. و بر اساس این مکانیزم رفتاری ما آگاهانه بخشی از خصوصیات نامطلوب خود را پشت ماسک‌هایی که می‌زنیم پنهان می‌کنیم. ولی بسیار مهم است که بدانیم هر انسانی بخش ناخواسته‌ای در وجود خود دارد که ما از آن آگاه نیستیم. کارل گوستاف یونگ این بخش وجودی انسان را سایه نامید. در مورد سایه شخصی و سایه جمعی در ویدیو قبل توضیح دادم. برای درک بهتر مطالب این ویدیو حتما ویدیو قبل را تماشا کنید. سایه نتیجه عدم تعادل بین آن کسی است که می‌خواهیم باشیم و آن چیزی است که واقعاً هستیم. همونطور که در ویدیو قبل توضیح دادم، هرچه بیشتر این بخش وجودی را سرکوب کنیم، سایه قدرتمندتر می شود و تأثیرگذاریش در زندگی هم بیشتر می شود. و از آنجایی که ما از آنچه در تاریکی درونمان پنهان شده است آگاه نیستیم، اگر مدام آن را سرکوب کنیم و روی خود کار نکنیم، در معرض این خطر هستیم که در شرایط خاص به یک باره و به طور غیر منتظره‌ای بالا آید و کنترل زندگی ما را به دست گیرد و زندگی را به سمت تاریکی ببرد. به عقیده یانگ بهترین راه برای تحقق خود ادغام سایه در شخصیت است. وقتی به سایه خود آگاه می شویم و از رد کردن بخش‌های ناخواسته خود دست می کشیم، زنجیرهایی را می شکنیم که ما را از حرکت به سمت تکامل باز می دارند. فرایند ادغام سایه در شخصیت کار بر روی سایه نامیده می شود. ما هنوز نفهمیده ایم که کار بر روی سایه به معنای یک کار معنوی عظیم است که اگر بخواهیم تمدن بشری را حفظ کنیم، باید حتماً ابتدا روی سایه شخصی خود کار کنیم. اثر بخشی واقعی کار بر روی سایه خود به صورت یک فرایند است که به ما اجازه می دهد تا با آشنا شدن و اجازه دادن به جنبه های نادیده گرفته شده و ناخودآگاه شخصیت خود برای ادغام مجدد در آگاهی خود آگاه تر و کامل تر شویم. برای اینکه بفهمیم چگونه این فرایند کار می کند، ابتدا باید درک کنیم که کار روی سایه یک فرایند کاهشی است، نه یک فرایند افزایشی. این به این معنی است که این موضوع به طور مستقیم جنبه‌های تاریک ناخودآگاه شخصیت خود را به آگاهی خود اضافه نمی‌کند، بلکه باعث کم شدن جنبه‌های تاریک از درون انسان می‌شود. زیرا کار کردن روی سایه همانند برداشتن سدها در مقابل جریان آب است و اجازه دادن به جاری شدن آب در مسیر اصلی است. کار کردن روی نیمه تاریک خود در مورد کم کردن موانع آگاهی است و علت اصلی وجود این موانع در وهله اول سرکوب آنهاست. شما می توانید به این موانع که همه جنبه های تاریک شخصیت است به صورت یک سد نگاه کنید و جنبه های خودآگاه که همان آگاهی است را آب در نظر بگیرید. هرچه موانع یا سدهای بیشتری در شخصیت شما وجود داشته باشد، آب کمتری می تواند جاری شود و در نهایت شخص از آگاهی کمتری هم برخوردار خواهد بود. ولی اما اگر موانع کمتر باشند و یا در بهترین حالت سدی وجود نداشته باشد، شخص هم از سطح آگاهی بالاتری برخوردار خواهد بود. در زندگی بسیار مؤثر است که سدها را برداریم. اگر این کار را انجام دهیم، آب که نشانگر آگاهی است به طور طبیعی و بدون زحمت مسیر اصلی خود را پیدا می کند. پس هدف از کار کردن بر روی سایه خود برداشتن موانع در ناخودآگاه و رسیدن به سطح آگاهی بالاتر است. با کار روی سایه شما سعی می کنید موانعی را در قالب احساسات و افکار را در خود حذف کنید. احساسات و افکار مخربی که مانع رشد انرژیکی شما می شوند و به نور اجازه تابش نمی دهند. ضروری ترین، بهترین، سخت ترین و ساده ترین راه برای کار روی سایه ابتدا پذیرش آن است. اگر من سایه خود را بپذیرم، آن موقع است که دست از سرکوب آن برداشتم. بعد از پذیرش باید بتوانم سایه خود را رها کنم. رها کردن زمانی رخ می دهد که پذیرش به همراه بخشش صورت گرفته باشد.
آن موقع است که رفته رفته نور جای تاریکی پنهان شخصیت را می گیرد. آن موقع است که آگاهی و نور در درون شخص جاری می شود. تنها سوالی که قبل از هر چیز باید پاسخ دهیم این است که چگونه می توانیم به سایه خود که بخشی از ناخودآگاهمان است آگاه شویم؟ چگونه می توانیم با سایه خود ارتباط برقرار کنیم؟ زمانی که به جواب این سوال دست پیدا کنیم، آن موقع است که می توانیم عمل پذیرش، بخشش و رها کردن را انجام دهیم. به گفته یانگ، ما نمی توانیم با ناخودآگاه به همان شکلی که با قلمروی خودآگاه خود ارتباط برقرار می کنیم، ارتباط برقرار کنیم. زبان ضمیر خودآگاه عمدتاً کلام است، اما ناخودآگاه انسان در سطوح ظریف‌تری از کلام صحبت می کند. سطوحی از جنس تصویر و احساس. سایه وجودی انسان در رویاها و همچنین در تخیل ما در ساعات بیداری و یا حتی در هنگام خواب از سطح ناخودآگاه به سطح آگاهی می آید و دقیقاً در آن موقع است که می شود با آن روبرو شد. بنابراین تحلیل خواب و رویا یکی از ابزارهایی است که یانگ برای شناسایی سایه از آن استفاده می کند. ولی مؤثرترین راه برای کار بر روی سایه این است که زمانی که سایه به سطح آگاهی می آید و ما به آن آگاه می شویم، مراقبه کنیم و در مراقبه خود با آن موضوع تاریک روبرو شویم. ما حتی می توانیم با آن موضوع در مراقبه خود گفتگو کنیم و در همان مراقبه عمل پذیرش و رها کردن را انجام دهیم. به عنوان مثال، اگر زمانی افکار مخربی در زمینه مسائل جنسی وارد ذهن شد، این به معنی سیگنالی است از سایه که در ناخودآگاه است و به صورت فکر به سطح آگاهی آمده است. به جای اینکه آن را سرکوب کنیم و با سرکوب قدرت آن فکر یا افکار را بیشتر کنیم، کافی است که چشم‌های خود را ببندیم، چند نفس عمیق بکشیم و در ذهنمان با این فکر و احساس به وجود آمده گفتگوی درونی کنیم. ما می توانیم احساس به دست آمده از آن فکر را مخاطب خود قرار دهیم و این گونه با او گفتگویی داشته باشیم. من وجود تو را در ذهنم می پذیرم. من وجود تو را در درونم می پذیرم. ولی نیازی به تو ندارم. من تو را می پذیرم. ولی چون به تو نیازی نیست، تو را از درونم آزاد و رها می کنم. بعد از چند بار تکرار کردن این گفتگو می توان با یک نفس عمیق به آرامی چشم ها رو باز کرد. اگر این کار را انجام دهید، متوجه خواهید شد که بعد از آن این نوع افکار در ذهن شما خیلی کمتر می شوند و با هر بار تکرار کردن انگار که سدی در درون شما برداشته می شود و نور در درون شما بیشتر جاری می شود. این راه ساده ترین راه برای کار کردن روی سایه خود است. راه دیگری که در آن میتوان روی سایه کار کرد، فرافکنی روانشناختی است. این موضوع زمانی اتفاق میافتد که ما در دیگران آنچه را در خود سرکوب میکنیم مشاهده کنیم. جالب است که بدانید بسیاری از مردم نمیدانند که رفتارهای دیگران که آنها را آزار میدهد بخشی از رفتار خودشان است. دلایل زیادی برای رهایی از سایه وجود دارد. شاید راههای زیادی هم وجود داشته باشد، ولی با سرکوب این بخش‌های تاریک خود را در سایه شخصی خود انداخته‌ایم. شاید با این کار بتوانیم آنها را پنهان کنیم، ولی این بدان معنا نیست که آنها از بین رفتند. ما با سرکوب و پنهان کردن این بخش تاریک باید همیشه آنها را با خود حمل کنیم. و همچنین اگر ما هنوز زخم‌های عاطفی قدیمی داشته باشیم که توسط ما سرکوب شده‌اند و هنوز التیام نیافته‌اند، این گونه احساسات سرکوب شده هم جزئی از سایه ما شده‌اند که اگر با آنها روبرو نشویم و توسط پذیرش، بخشش و رهایی از آنها آزاد نشویم، این احساسات هم در ناخودآگاه ما سدهایی را می سازند و مانع جاری شدن نور در درونمان می شوند. فراموش نکنید چیزی که بدون نور است شروع به تاریک کردن ماباقی جاها می کند و تبدیل به دیو درونی می شود و رشته های نوری هم که در درون است را پشت پرده می کشند بدون اینکه حتی ما متوجه شویم. کار گوستاف یانگ میگوید این موضوع کاملا ضروری است که همیشه آگاهی خود را به اندازه کافی در دست داشته باشیم تا به واقعیت خود، به اینجا بودن و زمان حال توجه کافی داشته باشیم. در غیر این صورت ما در خطر این هستیم که زندگی به دست ناخودآگاهی بیفتد که چیزی از این دنیای انسانی ما نمی‌داند. بنابراین آگاهی اولین قدم در میانجیگری بین سایه و نور است.
خوشبختانه امروز جهان در چرخه‌ای قرار گرفته است که ما را به حالت یک پارچگی آگاهانه به عنوان نقطه تنظیم طبیعی ما می‌کشاند و تنها مقاومت در برابر تمامیت و یک پارچگی است که مانعی برای رسیدن به این حالت بیداری می‌شود. پس خیلی مهم است که در مقابل تغییرات مقاومت نکنیم و به دنبال نورانی کردن جنبه‌های تاریک درونمان باشیم. اگر هر شخصی به نوبه خود روی سایه خود کار کند، ما در آینده نزدیک شاهد یک جهانی زیبا و کاملا متفاوت خواهیم بود. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان، تا ویدیو بعد، بدرود.